کیا این کارتون رو یادشون میاد؟ اسمش تنسی تاکسی دو چاملی بود. این آقا هرم یادتون میاد؟ یا گانگستر خشن به اسم راکیمانانوف. هر موقع عصبانی میشد میگفت الان ویالونم رو در میارم و براتون یه آهنگ قشنگ میزنم. از تو جلد ویالونش مسلسلش رو در میآورد و همه جا رو سوراخ سوراخ میکرد. حدود 14 سال پیش بود که چنین پروژه‌ای در شرق تهران به ما معرفی شد به عنوان دفتر معماری. راستی تا حالا فکر کردین معماری چیه و معمارا چی کار میکنن؟ وقتی این ساختمون رو دیدیم به نظر میومد که حدود 70 سال از عمرش میگذره. شاید حدود 20 سال هم هست که متروکه است. باید باش چی کار میکردیم؟ فکر کردیم تو شرایطی که هر روز ساختمونای زیادی تو شهرمون خراب میشن با حفظ این الگوی ایجاد کنیم برای ساختمونایی که هنوز دلیلی برای تخریبش وجود نداره. و سعی کردیم حفظش کنیم و کارفرما رو متقاعد. ساختمون از یه ورودی تو کنج با دو تا فضا در دو طرفش بود. سالن بزرگتر در قسمت سمت چپ که قرار بود اونجا نمایشگاه مبلمان به وجود بیاد و در قسمت سمت راست فضایی برای تجهیز دستگاه پیشرفته برای ساخت رنگ اتومبیل. کار بازسازی رو شروع کردیم. فکر کردیم هرچی قدیمیه به حالت اولش برگردونیم و هرچی میخوایم اضافه کنیم با یه زبون متفاوت و کاملا امروزی بهش اضافه کنیم. نتیجه چنین چیزایی شدن. دلمون میخواست بین مرز چیزی که از قدیم وجود داشته و ما بهش اضافه کردیم تغییر ایجاد بشه. اما چالش اصلیمون جداره سالن‌های بزرگ بود. جایی که سالها پیش اونجا رو آهنگکشی کرده بودن، روش ورقای حلبی گذاشته بودن، سوراخشون کرده بودن و با سیم بسته بودنشون به فضای پشت. یعنی به بدوی‌ترین شکل ممکن. اما اتفاق جالب وقتی میافتاد که همون فضا رو از داخل نگاه میکردیم. به مرور زمان روزنه‌ها بزرگتر شده بودن و انگار راکیمانانوف اومده بود و با ویالونش برامون یه آهنگ قشنگ زده بود. خب تا مدت‌ها نمیدونستیم باید باش چی کار کنیم. گزینه‌های زیادی رو امتحان کرد. اما یه روز به جای اینکه توجهمون جلب اون روزنه‌ها بشه، جلب نورایی شدن که وارد فضا میشد. انگار 50 ساله که فضا به خاطر این نور عادت کرده. انگار هر روز صبح که آفتاب در اومده، اشعه‌های نور قصه‌های جالبی از دنیای بیرون برای این فضا تعریف کردن. و انگار این دیوار نتونسته بود جلوی ورود نور رو بگیره. دیگه از اینجا به بعد میدونستیم باید چی کار کنیم. رفتیم سراغ استاد سوراخ‌کاری آقای راکیمانانوف. با این تفاوت که مسلسل ما فتوشاپ بود، گلوله‌هامون پنجره‌های مربع 60 در 60 و شروع کردیم به نمای ساختمون شلیک کردن. و همون رو ساختیم. دیگه محوطه سازی و بقیه چیزا رو هم با اون هماهنگ کردیم تا طرحمون یه دستی بیشتری داشته باشه. و در داخل فضا ترجیح دادیم هیچ کاری نکنیم. فضا تبدیل بشه به مراسمی برای تجلیل از نورای بازیگوش. این کارمون خیلی بدم نبود. چون کمی بعدتر نمایشگاه مبلمان رونق چندانی پیدا نکرد و برخلاف اون کاری که مربوط به ساخت رنگ اتومبیل بود خیلی کسب و کار بهتری پیدا کرد. پس فضای ما توسط یه عملکرد کاملا متفاوت اشغال شد و ما خوشحال از اینکه میتونه تجربه های جدیدی تو این فضا اتفاق بیفته و این امکان تو فضا وجود داره. فضایی که اون موقع تنها تحرکش حرکتی بود که با حرکت خورشید لکه‌های نور رو زمین انجام میداد. کمی بعدتر پروژه جایزه معمار سال ایران رو برد و کمی بعدتر از اونم تو اطلس قرن 21 که معماری جهان به چاپ رسید. خب با انتشار این کار پروژه‌های بیشتری به سمت ما سرازیر شد. از جمله در تقاطع خیابون حافظ و جمهوری پروژه با عملکرد تجاری و فرهنگی با مساحتی حدود 70,000 متر مربع با کلی اتفاقای پیچیده. خب ما به عنوان معمار مهمترین کاری که باید بکنیم چیه به نظر شما؟ اینکه یه نمای خوشگل برای ساختمون طراحی کنی؟ مثل این میمونه دست پسرتون رو بگیرین، ببرین پیش جراح مغز و ازش بخواین که ختنش بکنه. معمارا خیلی کارهای بیشتری میتونن انجام بدن، ولی مهمترین کارشون چیه؟ آره، میتونه سازماندهی فضا باشه. سازماندهی فضا، اینکه کنجکاوی آدم‌ها رو نسبت به اون جلب کنیم و از این جور کارا موضوع مهمیه تو معماری. ولی مهمترین کاری نبود که ما تو چهارسو انجام دادیم. شاید مهمترین اتفاقی که داره تو چهارسو میفته تصاویریه که مردم تو شبکه‌های اجتماعی از اون به اشتراک میذارن. هر روز وقتی اونها رو نگاه میکنیم میبینیم اونجا کنسرت بوده، مراسم رونمایی کتاب بوده، برگزاری یه جشنواره بوده و خیلی اتفاقای دیگه. و ما اینها رو
از طریق تصاویری که مردم به اشتراک گذاشتن متوجه میشیم. و دلیل این کار چیه؟ دلیل این کار وجود یه فضای کاملا خالی در طبقه ششم این پروژه است. شاید این باعث شده که تو چهارسو چنین اتفاقی بیفته. امروز شهرهای ما چجوریان؟ شهرهای ما تبدیل شدن از یه پیاده رو و بلافاصله یه ساختمون. هیچ مرزی بین این دوتا وجود نداره. ما تو شهرامون هیچ فضای شهری نداریم. خب اگه نمیتونیم اینو تو شهرمون داشته باشیم، شاید پروژه‌های تجاری بهانه‌های خوبی باشن برای اینکه ما اونا رو بتونیم تو قلب پروژه‌های تجاری دوباره ایجاد بکنیم. و تو این فضا داره چنین اتفاقی میفته. مردم متوجه میشن که یه طبقه از این ساختمون به اونها، به شهر تقدیم شده و تو اون فضا بهشون احترام گذاشته شده. این احترام از طریق کسی به اونا منتقل نمیشه. مردم اینو از طریق فضا تجربه میکنن و این شاید مهمترین اتفاقیه که تو چهارسو افتاد. اما در بیرون چه اتفاقی داره میفته؟ شهر داره شخم زده میشه. یه سری سازنده ساختمون که انگار معدن طلا رو پیدا کردن، راز جاودانگی رو پیدا کردن. خیلی آسونه، یه نمای رومی کلاسیک، یه سری سنگ سفید با تزیینات زیاد و یه سری سنگکار با بیجامه راه راه میان اونجا وامیستن و اینا رو سرهم میکنن. کافیه بعدش هم یه خود رنگ طلایی بخرین و هر جا رو تونستین طلایی کنین. چجوری میشه با این مبارزه کرد؟ یا اینکه چرا این معماری نیست؟ یا اگه این معماریه اون چیه؟ مردم تو این خونه هم خوشحالن. فرق خوشحالی تو این فضا با خوشحالی توی چارسو چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اینا هر دو معماری هن؟ اینا ساختمونسازی هن. در واقع معماری وقتی اتفاق میفته که ما میخواییم چیزی رو تغییر بدیم. تو این ساختمونا میلی برای تغییر وجود نداره. موضوع مشترک این ساختمونا با هم اینه که احتمالاً همه این آدم ها یه مهارتی دارن. ولی برای این کار مهارت به تنهایی کافی نیست. ما در کنار اون مهارت به شجاعت احتیاج داریم. شجاعت برای تغییر وضع موجود. شجاعت برای اینکه فردا روز بهتری باشه و راه حل‌های جدید پیشنهاد بدیم. ما مجبوریم ساختمون‌هایی بسازیم که فردا بچه‌های ما به اون افتخار بکنن به وجودشون. و فقط در این صورته که معماری اتفاق می‌افته. به همین دلیل وقتی چند وقت پیش در جایی در شمال تهران پروژه‌ای به دفتر ما معرفی شد، فکر کردیم که موضوعی که سالها دغدغه‌مون بوده بتونیم توی این پروژه با یه ساختمان مسکونی با ارتفاع حدود 18 طبقه پیاده بکنیم. فکر کردیم مردم خونه‌های حیاط‌دارشون رو می‌فروشن و میرن به سمت زندگی آپارتمانی، ولی دلشون واسه حیاطاشون تنگ میشه. چرا یه آپارتمانی نسازیم که دوباره اون حیاطا توش باشه؟ چیکار میتونستیم بکنیم؟ مطالعاتی انجام دادیم و فکر کردیم پروژه میتونه ترکیبی باشه از یه سری فضای پر دو طبقه و یه سری فضای خالی دو طبقه. اونها رو دو طبقه در نظر گرفتیم چون اگه یه طبقه بود نگران بودیم که مردم اونجا رو شیشه بذارن و به فضای زندگیشون تبدیل بکنن و ما اینو نمیخواستیم. اما یه هدف مهمتر داشتیم. میخواستیم مسئولین رو متقاعد بکنیم که چون اینا دو طبقه است، مساحتش نباید جز زیربنای ساختمون به حساب بیاد. چون می‌خواستیم توجیه اقتصادی داشته باشه. چون می‌خواستیم اون سازنده‌ها رو متقاعد بکنیم که درسته به معدن طلاتون رسیدین، ولی این تنها فرمولش نیست. می‌تونه هنوز فرمولای دیگه‌ای وجود داشته باشه که بتونه شرایط موجود رو تغییر بده. خب، ولی اصل موضوع رو هنوز حل نکرده بودیم. اینجا یه سری فضای دو طبقه داریم که به حیاط کنارش راه داره که اونم دو طبقه است. پس یعنی فقط طبقه پایین میتونه از حیاط استفاده کنه. یعنی ما طرحی داده بودیم که تو بهترین حالت 50% واحدا دسترسی به اون حیاط نداشتن و ما اینو نمیخواستیم. یا اینکه اونا رو دوبلکس در نظر میگرفتیم و به این ترتیب دوباره مساحت واحدا خیلی زیاد میشد و اینم توجیه اقتصادیش به همون نسبت کم. ماکت ساختیم تا اینکه تعداد بیشتری ماکت ساختیم. هیچ کدوم اینا جواب اون کاری که می‌خواستیم بکنیم رو نمیداد. تا اینکه یه روز فکر کردیم اگر واقعا هدف ما اینه که تو ساختمونامون فضای خالی ایجاد کنیم، چرا داریم ماکت قسمت‌های ساخته شده رو می‌سازیم؟ و شروع کردیم به ساخت ماکت فضای خالی و متوجه شدیم این حیاط‌های دو طبقه عمود به هم اگه در محل تقاطعشون به اندازه یک طبقه با همدیگه تلاقی پیدا بکنن اتفاق جالبی میفته. حالا هر واحد یک طبقه حداقل صاحب یک حیاط به ارتفاع دو طبقه میشه.
تصور کنین طبقه 16 آپارتمانی از خونتون میان بیرون وارد حیات اختصاصیتون میشین و فضای اون طرف حیات هنوز ادامه خونه خودتونه. اون فضا میتونه دفتر کار، میتونه سویت مهمون، میتونه اتاق خواب والدین یا فضایی برای اینکه بچه های خونه بتونن با یه استقلال بیشتری اونجا زندگی کنن باشه. و میشد مثل لگو با ترکیب مختلف این واحدایی که بین 300 تا 600 متر مساحت داشتن رو سر هم دیگه چید و با هم دیگه ترکیبشون کرد. اسمشو گذاشتیم حیات آپارتمان. فکر کردیم میتونه یه الگوی جدید باشه. ولی حیات با ته دو نقطه که به معنی زندگی بود در ذهن. حالا تصور کنین مالکین هر یک از این آپارتمان‌ها حیاتایی دارن که به سلیقه خودشون میتونن ازش استفاده بکنن. این حیات ها میتونه پر از فضای سبز بشه. میتونن خالی بذارنش و برای مهمونی‌هاشون ازش استفاده کنن. یا اینکه نه، توش تخت بذارن با پشه بند و شبا مهتاب رو نگاه کنن و من دیگه مسئولیتی برای اتفاقایی که بعدش اون حیات میفته قبول نمی‌کنم. به خصوص که میشه گوشش شومینه هم گذاشت. اما این اتفاق داره تو شهرهای قدیمی ما میفته. وقتی تصویر یه شهری مثل یزد از بالا نگاه میکنین، ترکیب این فضاهای خالیه که توجه ما رو جلب میکنه. اینا میتونه حیاط مدرسه، حیاط مسجد، حیاط یه خونه یا یه مرکز محله در کنار یه گذر باشه. ما در ناخودآگاهمون این فضاها رو تجربه کردیم. و شاید بیشترین تصویری که هر یک از ما از خونه‌های قدیمی به یاد داریم، شاید بیشتر از این که به فضای ساخته شدهش مربوط بشه، به اون فضایی که ساخته نشده، فضای حیاتش. و اگه بخوایم خیلی ساده نمونه یه پلان خونه قدیمی رو تو ذهن خودمون تصور کنیم، میتونیم فکر کنیم ترکیبیه از یه فضای ساخته شده که ما اینجا سیاهش کردیم و یه حیات وسطش. آره، نمونه این حیات‌ها در واقع شاید در محدوده خارج بزرگتر از ایران وجود داشته باشه. ولی وقتی از روی کنجکاوی چند سال پیش شروع کردیم و نمونه چند تا حیاط ایرونی و قسمت‌های ساخته شده‌اش رو هاشور زدیم، متوجه موضوع جالبی شدیم. در واقع حتی بین اون قسمت‌های ساخته شده هم فضاهای ساخته نشده‌ای وجود داره. و برعکسش، وقتی حالا برداریم فقط قسمت‌های ساخته نشده رو هاشور بزنیم و سیاه کنیم، متوجه میشیم که در واقع یه پارچگی، یه درهم تنیدگی بین اون چیزی وجود داره که ساخته شده و ساخته نشده. انگار فضای ساخته شده اعتبارشو داره از اون قسمت‌های ساخته نشده میگیره و این اون چیزیه که اینقدر این فضا رو با ارزش کرده. و شاید این موضوعی بوده که تو کل این سالها تو هر پروژه به نوعی مورد توجه ما قرار گرفته. در هم تنیدگی در فضای ساخته شده و ساخته نشده. برای همین شاید تو پروژه‌ای که قبلش بهتون نشون دادم، بیشتر از اینکه خود حیات مورد توجه ما باشه، در واقع فاصله مورد توجه ما بوده که بین واحدهای کنار حیات شکل گرفته. پس داریم راجع به دریایی از ایده ها صحبت میکنیم. و به همین دلیل تو پروژه‌ای که تو این سالها کار کردیم، این موضوع دستمایه‌ای بوده که بتونیم تو هر کدوم یه الگوی جدید رو تجربه کنیم. به طور مثال برای پروژه‌ای که در منطقه لواسون در شمال تهران روش کار میکردیم، فکر کردیم تو این زمین با شیب زیاد هر یک از طبقات قرار به یه واحد تعلق بگیره. ولی ما میتونیم با لغزش این واحدها کاری بکنیم که زمینی که حدود 1800 متر مساحت داره صاحب فضای سبزی حدود 2400 متر بشه. یعنی هم ساخت و ساز کردیم، هم فضای سبزی که تو این مجموعه ایجاد کردیم حتی از مساحت اولیه زمینش بیشتره. یا توی این یکی پروژه که یه ساختمون بلند مرتبه حدود 22 طبقه ترکیب دو تا برج برای بافت مسکونیه، پروژه‌ای که هنوز داریم روش کار میکنیم و طراحیش به انتها نرسیده. اینکه چه جوری اینا با بالا رفتنشون میتونن چرخش پیدا کنن و نسبت به چشم اندازی که تو شهر وجود داره دیداشون تغییر بکنه و این دو تا برج با هم گفتگو داشته باشن، در ضمن اینکه هر کدوم از این واحدها فضای سبز اختصاصی خودشونو دارن. یا این یکی که دوباره موضوع یه حیات دو طبقه توی واحد مسکونیه که این دفعه فضاهای زندگی در سمت چپ قرار گرفته و فضاهای سکونت در سمت راست، مثل این تصویر، اتفاقی که تو خونه قدیمی هم میفته. و بیشتر اینجایی که ما معمولاً در زمانی که تو خونه هستیم دوست داریم توش باشیم، که مثلا ما بهش میگیم اتاق تلویزیون، مثل یه شاهنشین در محل اتصال بین این دوتا فضا انگار حیاتو بغل کرد. حالا اگه تو پروژه اول مسکونی که نشون دادم
همسایه کنجکاو طبقه بالا گاهی میتونست یه سرکی به این حیاطا بکشه، دیگه تو این ساختمون جایی نداره. حالا میتونین فکر کنین که خونه های اینجا هست که شما مثل تصاویر سمت راست یه بار میتونین به مهمونتون از طبقه بالا آدرس بدین که اول بیاد فضای خونتون رو کشف کنه و بعد تازه متوجه بشه که شما وسط خونتون یه حیاط قایم کردین. یا اینکه نه، مثل اون یکی تصویر پایینی از طبقه پایین بیاد و بعد حیاط رو طی کنه و وارد خونتون بشه. یا این پروژه که مربوط به سالها پیشه و توجه ما بیشتر از اینکه جلب معماری خودمون بشه، جلب کوه بکری شد که می‌خواستیم تا اونجایی که می‌تونیم بهش دست نزنیم. پس فکر کردیم فقط این واحدا رو، این 5 تا واحد رو برای ورودیشون به زمین برسونیم و اجازه بدیم بقیه رو هوا به هم دیگه وصل بشه. بتونیم اون کوه رو حفظ کنیم. یا این یکی که ساختمون اداری برای شرکت تبلیغاتیه و فکر کردیم جایی که تو این فضاها بیشترین ایده ها شکل میگیره، وقتی که آدم ها دور هم جمع میشن، با هم دیگه گپ میزنن، حرفاشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. یعنی کجا؟ یعنی فضای مثل اتاق جلسات، اتاق کنفرانس و اینجور فضاها. اینا رو از نمای اصلی ساختمون متمایز کردیم و جداگونه مثل یه سری جعبه از ساختمون زدیم بیرون و سقف همشون رو سبز کردیم. حالا بین هر کدوم از اینا میتونست یه پله هایی، یه دسترسی هایی باشه که بعضی وقتا فکر کنین برای رفتن به جلسه به جای اینکه از آسانسور استفاده کنین، میتونین بیاین تو فضای خالی بین ساختمون قرار بگیرین و از این حیاط ها رد بشین و وارد جلسه تو جای بعدی. اینا هر کدوم شاید به نوعی الگوهایی بوده که ما به عنوان پیشنهاد، به عنوان تغییر شرایط موجود فکر کردیم میتونه شرایطی رو بهتر بکنه. و خیلی خوشحالم که امروز اینها در حد ایده، ماکت و دیاگرام باقی نمونده و تونسته شاید بخشی از بازار رو متقاعد بکنه که میشه جور دیگه‌ای به ساخت و ساز نگاه کرد. این کاری نیست که ما به تنهایی انجام داده باشیم. این نتیجه تعدادی آدم جوان خلاق، دفاتر معماری که همشون تو این سالها خیلی تلاش کردن و هر کدوم با موضوعاتی که مورد توجه خودشون بوده این کار رو انجام دادن. آره، شاید موضوع مورد جالب توجه برای ما موضوع فضای پرخالی بوده، ولی این تنها کاری نیست که میتونیم انجام بدیم. دریای ایده ها بی انتهاست، ولی مهم اینه که فکر کنیم حقیقتاً معماری چیه. مهم اینه که معماری اتفاق بیفته. و این روزها برای من معماری تابوندن نور زندگیه به دریای تاریک از محدودیت ها. به دنیای معماری خوش اومدین.